سلام و ادب دارم خدمت تمامی دوستانی که لطف کردن در این هوای سوزان قبول زحمت کردن تشریف آوردن در اینجا برای نقد و بررسی کتاب علم، سیاست و گنوسیسم اثر اریک فوگلین. تشکر دیگه هم بکنم از آقایان دکتر بستانی و دکتر مقیمی که من هرچقدر فکر کردم چه کسی بهتر از ایشون این دو نفر میتونه درباره فوگلین صحبت کنه، واقعا هیچ کسی دیگه به ذهنم نرسید. در رابطه با فوگلین هم باید گفته بشه که فوگلین یک چهره مهم و حیاتی در عرصه اندیشه سیاسی و نگاه خاصی که به سیاست داره میتونه برای جامعه ما بسیار کارآمد باشه و خوندن کتاب‌های فوگلین میتونه تأثیر زیادی روی اندیشه سیاسی در ایران بذاره. تا پیش از این کتاب تنها یک کتاب از فوگلین ترجمه ما منتشر شده بود به اسم درآمدی بر دانش و نوین سیاست که نشر کتاب پارسه منتشر کرده بود. جز این یک کتاب هم از شاگردان فوگلین الیس ساندوز منتشر شده بود که یک پیشگفتار مفصل هم در همین کتاب علم سیاست و گنوسیسم ازش ترجمه شده که این کتاب ساندوز نشون میده که اندیشه فوگلین جز در اندیشه سیاسی میتونه در دیگر مباحث علوم انسانی هم کارآمد باشه. کتاب به عنوان آخرالزمان سیاسی، سیاست و مفتش اعظم داستایفسکی پیش از این ترجمه شده. خیلی دیگه توضیح نمیدم، سخن رو کوتاه میکنم و با آرزوی اینکه مترجم محترم آقای سلگی کتاب‌های از این دست رو بیشتر ترجمه کنن به جای کتاب‌های دیگه‌ای که ترجمه می‌کنن، میکروفون رو در اختیار ایشون می‌ذارم. خواهش می‌کنم. سلام به همه دوستان. در ابتدا تشکر می‌کنم که تو این گرما و تو این هوایی که درجه خیلی بالایی هم داره و آخر هفته هم هست تشریف آوردین و این برای من افتخاری که شما رو بله دیگه مؤلف بنده خدا یه 5-40 سالی فکر کنم مورد فوگلین یا نه مگه بود میتونستیم میآوردیمش. ولی بله خیلی ممنونم تشریف آوردید. از خانه اندیشمندان علوم انسانی هم تشکر میکنم که این شرایط مهیا کرد که ما حضور پیدا بکنیم. از جناب سبز هم تشکر میکنم که تو این مدت چه گفت تحصیلگر این امر بود که جناب دکتر مقیمی و جناب دکتر بستانی رو دعوت بکنن، حضور پیدا بکنن و چه بهتر از این دو نفر که در مورد یکی از مهمترین چهره‌های فلسفه سیاسی قرن 20 صحبت بکنن و همینطور از آریان علایه زنم که ویراستار این کار بود و متاسفانه نتونه تشریف بیاره تشکر میکنم که ویراستاری کار رو قبول کرد. و خب صحبت کردن در مورد فوگلین مثل هر فیلسوف دیگه مخصوصا اونم یه فیلسوف قاره‌ای توی قرن 20 یه سری معضلات و مشکلاتی داره و حالا آدم نمیدونه از کجا باید وارد بشه. هر حالا میشه گفت مدخل و اینتروداکشنی که تو این سال هم در مورد فوگلین نوشته شده سعی کرده که از یه وجهی وارد فلسفه فوگلین بشه و منم طبیعتاً هیچ ادعای فوگلین شناسی معنای اون آکادمیکش ندارم، چون به هر حال فوگلین شناسای خیلی مقهاری داریم، فوگلین شناسای خیلی درجه‌ای که داریم که هر هفته و هر ماه دارن در موردش مقاله می‌نویسن، از وجوه مختلف فوگلین صحبت می‌کنن و منم طبیعتاً اگر حرفی دارم می‌زنم با اعتباری که از اونها یاد گرفتم دارم ارجاع میدم به اونها، وگرنه هیچ ادعایی ندارم و تلاشم اینه که بتونیم که اندیشه فوگلین رو توی فضای زبان فارسی و ایرانیان جا بندازیم و خب دلایلش هم خیلی زیاده، طبیعتاً دوستان بهتر از منم میدونن و قطعاً در موردش صحبت میکنن. من سعی اینه که یه مقدمه‌ای در مورد خود فضای فوگلین بگم و بعد وارد حالا سامانه فکری و دستگاه فکری فوگلین بشم و بعد نقدهایی که فوگلین به دنیای مدرن میکنه. یه چیزی که با در نظر داشته باشیم یکی این که ما داریم در مورد فضای قرن 20 صحبت میکنیم و اونم مشخصا فضای فرهنگ آلمانی و زبان آلمانی که معضلات و مشکلات خیلی عدیده‌ای داریم توی اون دوره آلمان، تجربه یک انقلاب شکست خورده، جمهوری وایمار، تجربه نازیسم، تکه پاره شدن آلمان و معضلاتی که باعث میشه که خیلی از متفکرین آلمانی
به این مسئله فکر بکنن و ما انبوهی از آثار مختلف رو از نهله‌های مختلف داریم که در مورد این مسئله صحبت کردن، از به یه معنی خود هایدگر تو هستی و زمانش، مثلا لوکاش تو تاریخ آگاهی طبقاتی، شد جلوتر تو ویرانی عقلش، یا مثلا اشراوس همینطور، یا بلومنبرگ، خود فوگلین، آدورنو، هورکایمر توی کارهای عدیدشون، و هر کدوم از منظرهای مختلف به این مسئله پرداختن که خب چه شد آلمان به این وضع افتاد. و این رو باید در نظر داشته باشیم وقتی میخوایم در مورد فوگلین هم صحبت بکنیم، مخصوصا فوگلینی که حالا خودش آلمانی زبانه و خیلی از اون التهاب ها رو دیده، مهاجرت میکنه و برای اون همین پرسش هست. حالا اگه میخوایم کم کم ورود پیدا بکنیم به سامانه فکر و دستگاه فکر فوگلین، دو تا مسئله رو باید حتما در نظر داشته باشیم. یکی این که فوگلین یک ارادت خیلی خاصی به فلسفه یونان باستان داره، مثل اشراوس، حالا آقای دکتر مقیمی خیلی بهتر اشراوس رو میشناسن و خب اصلا خود فوگلین با اشراوس دوست بود و مکاتبات خیلی زیادی دارن در مورد هم فلسفه یونان هم در مورد مدرنیته، و باید حتما این فلسفه یونانی رو در نظر داشته باشیم. یه بازگشت بهش که حالا سعی میکنم اگه تونستم اینو باز بکنم. و یه ستون دیگه، یه بخش دیگه یه فوگلین که باید در نظر داشته باشیم، اونم شاید تمایزش مثلا با اشراوس اینه که اون ارادتی که فلسفه مسیحی داره، اگه اشراوس مثلا اون رگه های یهودی رو داره، فوگلین خیلی ارادت خاصی مشخصا به سن آگوستین، البته نقد هایی هم به سن آگوستین و شهر خدا داره، حالا اونم باز میکنیم، و فلسفه مشخصا مسیحی داره. من سعی میکنم دستگاه فوگلین رو توی سه تا ساحت مختلف، یکی بحث هستی شناختی، یکی بحث انسان شناختی، و یکی هم در وجه معرفت شناختی یا شناخت شناسی باز بکنم، چون به نظر من اینا خیلی پیوسته با هم اگر بخوایم فوگلین رو بفهمیم. ببینید، برای فوگلین هستی یک نظم و تاریخی داره و یک معنایی، و اصلا مهمترین، یکی از مهمترین کاراش همون کار نظم و تاریخشه که سعی میکنه که این نظم و این معنا رو به فهم در بیاره. و بنابر نگاهی که فوگلین داره، اگر قراره که ما تمیزی داشته باشیم بین درست و نادرست، بین صحیح و غلط، باید این نظم و این معنا رو درک بکنیم. مشکل فوگلینه که میگه که دنیای مدرن جلوی این تمیز ما رو گرفته و نمیذاره که ما این درست و غلط بودن رو درک بکنیم و هستی رو بتونیم داوری بکنیم و باش ارتباط بگیریم. یه استعاره خیلی خوب مشخصی هم تقریبا همه فلاسفه استفاده میکنن و اونم استعاره قاره، فوگلین هم ازش استفاده میکنه و میگه که ما هم فکر میکنیم که یعنی اینطوری فکر میکنه که فوگلین اینطوری بیان میکنه که ما درون یک غاری هستیم و با این تفاوت که فکر میکنیم نه، از غار بیرون اومدیم و بر این هستی تسلط پیدا کردیم و هیچ سایه دیگه ای نیست، ولی اتفاقا برعکس، ما در یه سایه خیلی بدی هم گرفت افتادیم. و فوگلین اینو به نقد میکشه از منظر هستی شناختی. از منظر انسان شناختی فوگلین یه جورایی هم نزدیک میشه به فلاسفه دنیای مدرن، هم یک تفاوتی داره. از منظر تشابه فوگلین هم باورش اینه که طبیعتاً انسان یک موجودیت تاریخی سیاسی اجتماعی داره و باید این موجودیت تاریخی اجتماعی سیاسیش درک بشه. تو یک خلای ما صحبت نمی کنیم. اما تفاوتش اینه که میگه در دنیای مدرن اتفاقی که میفته اینه که انسان تبدیل میشه به یک نگاه، به همه چی ابزار نگاه میکنه، یعنی هم خودش رو ابزار در نظر میگیره و حتی پیرامونش رو، و ما با دوچار یه جور از خود بیگانگی طرف هستیم تو انسان شناختی فوگلین. و میگه که اصلا به وجود اومدن این آشوب‌های قرن بیستم و به وجود اومدن اون اتفاقات توی قرن بیستم به همین نگاه ابزارگرانه برمیگرده و درک انسان دیگه متعالی نیست، درک انسان دیگه کاملا معنوی نیست، کاملا نگاه زمینی و مادیگرایانه داره و همه چی رو
کاملا از منظر ابزاری فهم میکنه و انسان تبدیل به یه گوشت و استخون و پوست میشه. شاید اینجا بتونیم از منظر هستی شناختی بحث رو بهتر جا بندازیم، اونم اینه که از منظر معرفت شناختی یا شناخت شناسی. ببینید فوکلین میگه که خب ما همه تو تفاسیری که از دنیای مدرن داریم اینه که میگیم خب دنیای مدرن به یه روشنگری ارتباط داره که اونجا اصالتش با عقله و با یه عقلگرایی طرف هستیم. فوکلین میگه که اصلا مسئله اتفاقا عقل نیست، به یه معنا تغییر جهت ایمانه، یا اون حالا اصطلاحا گلوبن به قول آلمانی است. یعنی ما اگر در دنیای پیشا مدرن، حالا اونجا تو ادوار تاریخی فوکلین هم تو ادامه تو نقدش به مدرنیته بحث میکنیم، میگه دنیایی که مدرنیته، دنیای گنوسیه، قبلش ایمان یک منظر الهیاتی و معنوی و متعالی داره، ولی ایمان در دنیای مدرن تبدیل به یک چیز درون ماندگار یا این جهانی میشه و برای همینه که به یه معنا میره سراغ اون جمله نیچه که میگه که برای همین نیچه به دنبال کشتن خداه، چون میخواد خدا رو بکشه و با کشتن خدا برای این دنیا مسلط بشه. ولی نکته اینه که وقتی که شما خدا رو میکشی، خودت رو هم داری میکشی و این باعث به وجود اومدن این اتفاقات میشه و انسان تبدیل به یک چیز بسیار کوچیک میشه و اون نگاه کاملا مادیگرانه‌اش مسلط میشه. حالا بخوایم ببینیم که نقد مشخصا فوکلین به دنیای مدرن چیه. یکی این که فوکلین اعتقادش اینه که اگه بخوایم نگاه گنوستیکش رو نقد بکنیم، یعنی اون گنوستیزم رو نقد بکنه، یکی این که باورش اینه که دنیای مدرن یک درک به شدت علمگرایانه داره از همه چی، مثل همه سالوک ها و عارفینی که فکر میکنن اگر بخوان جهان رو و اون دنیای بیرون رو از منظر کاملا علمی و پوزیتیویستی نقد بکنن، دنیای میشه گفت گنوستیکم، یعنی گنوستیکم همیشه همین بوده که باورش این بوده که تو اگر قرار به یه حقیقت و معنویتی دست پیدا بکنی، باید یه تلاشی داشته باشی برای شهود و این شهود رو از خودت شروع بکنی و کاملا نگاه عارفانه داشته باشی. میگه دنیای مدرن و این علمگرایی هم دقیقا همچین شباهتی داره و این باورش اینه که تبدیل به یک ایدئولوژی میشه و کاملا اون نگاه معنوی و الهیاتی رو کنار میذاره. بخشی از نقد دیگه که میتونیم داشته باشیم فوکلین مطرح میکنه توی اون ادوار تاریخی که فوکلین ازش صحبت میکنه، فوکلین باورش اینه که تاریخ نگاری، یعنی ما سه دوره تاریخی داریم از منظر فوکلین. یه دوره میتونیم بگیم اسطوره‌ایه که اینجا از قضا شبیه نگاه مثلا کسی مثل ویکو میشه از منظر همون چهره حالا میشه کانتر انلایتمنت یا ضد روشنگری، ولی خب یه تمایزی هم داره و میگه که شما یک دنیایی داری کاملا اسطوره‌ای با یک فهم اسطوره‌ای با یک چارچوب اسطوره‌ای و هیچ تضادی هم نیست. و بعد ما کم کم دوره حالا میتونیم بگیم حقیقت متافیزیکی رو داریم که اونجا کم کم ما یک پرسشگری رو توی این دوره تاریخی داریم که مشخصا فوکلین میگه این دوره از یونان باستان شروع میشه و تا دوره ظهور انبیاء الهی و اون تجربه وحیانی، و میگه که اونجا مسئله یه جور پرسشگریه، یه جور پیدا کردن این راه حلی که تضادی که بین آسمان و زمین به یه معنا وجود داره و پیدا کردن یه حقیقته. فوکلین میگه کم کم بعد از اون ما وارد یه دوره میشیم به نام دوره گنوسی و میگه که میتونیم این رو در مشخصا این درک گنوسی رو توی شهر خدای سن آگوستین پیدا بکنیم و میگه که اونجاییه که ما بین حقیقت میتونیم بگیم بین اون نگاه آسمانی و زمینی یک تمایزی قائل شده، همه چی دو تیکه شد بین مثلا قیصر و پاپ، بین اون دستگاه الهی و اون دستگاه انسانی، و این به وجود اومدن اون درک گنوسی از تاریخ و سیاست و همه اون نظم اجتماعیه. و فوکلین میگه این ادامه پیدا میکنه تا میتونیم مثلا در هگل و نیچه و
هایدگر رو مارکس پیدا بکنیم. و اتفاقا مشخصا خیلی هم اونجا رو نقد هگل سوار میشه که میگه که اوجش رو در هگل میتونیم ببینیم، که اون پیدا کردن اون درک حقیقت تبدیل میشه به یک سری نظام های فلسفی که دیگه اوجش تو خود هگله. دیگه توی دنیای مدرن ما با نظام سازی طرفیم که دیگه مسئله استدلال کردن ریزنینگه، دیگه اون درک فیلسوفیا یا اون حقیقت متافیزیکی دوره یونان نیست که ما دنبال دانشیم، فیلسوفیا دوستدار دانشیم و این از بین رفته و تبدیل به یک سری نظام میشه، یه سری استدلالات که توی این نظام هاشون یک سری جواب های مشخص بدن و اون پرسشگری از بین رفته. و فوگلین میگه که اون حالا مسئله که تو افلاطون به نام حضور ما داریم از بین میره در دو نظام هگل و بعد از هگل هم. یه سری حالا نگاه های ایجابی هم میتونیم مطرح بکنیم، حالا میخوام خیلی هم صحبت بشه و خیلی هم منبر بریم. فوگلین باورش اینه که اگر قراره که ما یه راه ایجابی صحبت بکنه و ازش میتونیم از فوگلین بگیم، اینه که فوگلین اعتقاد داره که اگر قراره که ما از این دنیای گنوستیک رها پیدا بکنیم و رها بشیم، باید اون نگاه تاریخ نویسی و مبدا تاریخیمون هم تغییر بدیم. و جالب اینه که فوگلین میگه که برعکس اون نگاه خیلی مدرن تی روشنگری که از انقلاب کوپرنیکی اینا صحبت بکنیم، از قسم ما باید سراغ یه سری تجربه های ویهانی که اتفاقا در خاورمیانه هم هست بریم و باید اون معنویت رو دوباره بازسازی بکنیم و از یک دوره بازگشت صحبت بکنیم. این حالا میشه گفت به طور خلاصه این چیزی که میشه در مورد فوگلین گفت. حالا خیلی میدونیم بحث میشه در مورد تک تک اینها کرد. حالا مشخصا این کتاب فوگلین که میتونیم بگیم در کنار حالا دانش و نوین سیاست که حالا همون علم نوین سیاست اگه ما هم ترجمهش بکنیم اون ویزن شافتو، میشه گفت یه جایگاه خیلی مهم و دورانساز داشت از این جهت که بعد از جنگ جهانی دوم و اون اتفاقاتی که صحبت در موردش کردیم افتاد، فوگلین تحت حالا تاثیر اون مطالعاتی که در مورد گنوسیزم و عرفان توی آلمان صورت میگیره و بعد به هر حال شاگرد خود هایدگر هم بوده، این باعث میشه که یک سری اتفاقات و جرقه هایی بیفته تو ذهنش که به سراغ نوشتن این کتاب بره. و میتونیم بگیم تقریبا این کتاب با اینکه کتاب خیلی کم حجمیه، کلیدیه برای همه اون چیزی که الان ما ازش صحبت کردیم و فهم خود فوگلین. و اگر ما این کتاب رو حالا خوب مطالعه بکنیم و متوجه بشیم، میتونیم اون نظام فکری که فوگلین ازش صحبت میکنه رو و اون نقدی که به دنیای مدرن داره رو متوجه بشیم. و در پایانم حالا اگر چون طبیعتاً خودم دوست دارم دوستان صاحب نظرم بهتر از من میدونن و صحبت بکنن، اهمیتش در مورد مسئله ما، یعنی طبیعتاً ما ایرانیان الان چند قرنه که با مسئله مدرنیته درگیریم، خود مدرنیته هم تو این دنیای تو این چند قرن تحولات داشته، تفاسیر متفاوت داشته و با ما ایرانی ها همیشه برای مدرنیته پرسش بوده، همیشه با مش مسئله داشتیم. و خب از یک سو هم بخشی از تاریخ ایران هم همیشه با یک نگاه عرفانی و گنوستیک پیوند خورده و خب چطور ما میتونیم اینها رو به هم ارتباط بدیم و از فوگلین استفاده بکنیم؟ خیلی ممنونم که صحبت‌های منو گوش دادید و دوست دارم حالا اساتید عزیز صحبت بکنن. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. خیلی متشکرم از آقای سبز، آقای سلگی عزیز و همکار عزیزم آقای دکتر مقیمی. خیلی خوشحالم که صدا نمیاد. قطعه جلوتر بستیم. خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان عزیز هستم و در این گرما بازم تکرار بکنم دوستانم گفتن دور هم جمع شدیم تا در مورد یک متفکر خیلی نچندان محبوب و داره ویژگی های خاصی صحبت کنیم. من ترجیح میدم به جای اینکه خیلی روی کتاب متمرکز بشم، چون کتاب به نظرم یه کلید خانشی داره که من سعی میکنم از یه جای دیگه شروع کنم، از بحث
در واقع زمینه طرح چنین بحثی به نام گنوسیسی، اون چیزی که حالا میشه بهش گفت گنوسیس سیاسی، و اصلا گنوسیسیس چیه؟ چون این پرسش ممکنه برای خیلی‌ها پیش بیاد، گنوسیسیس چیه، گنوسیس سیاسی چیه، و بعدش روایت فوگلین و بعد نقدایی که فوگلین به گنوسیس سیاسی داره و در نهایت اون چیزی که میشه گفت ارتباطش با ما چیه، اصلا این کتاب به چه درد ما میخوره. و در تمام این روایتی که من عرض می‌کنم به حاصل اون چیزی است که خودم خوندم، مطالعه کردم، یعنی لزوما یک روایت بی‌طرف نیست، یک مجموعه از منابع رو من مطالعه کردم، کار کردم قبلا در موردشون، و ممکنه دوستان با روایت من لزوما موافق نباشن. همونطور که آقای سولگی هم در ابتدای بحثشون فرمودن، ببینید ما در میانه قرن 20، یعنی از همون دهه 20 تقریبا تا مثلا دهه 70، یعنی در اون دوره پر آشوب بین دو جنگ جهانی و بعدم خود جنگ جهانی و نظام‌های توتالیتر و بعد فضای پس از جنگ و غیره، ما شاهد ظهور یه سری اندیشه‌های سیاسی هستیم که یه ویژگی‌های مشترکی دارن اینا، و این از دید پژوهشگران پنهان نمونده. این توجه مثلا فرض کنیم شما ترکیبایی مثل الهیات سیاسی که در 1922 عنوان کتاب کارل اشمیت هست، مسئله الهیاتی سیاسی که والتر بنیامین مطرح میکنه، لو اشتروس مطرح میکنه، بحث الهیات تاریخ یا اسکاتولوژی در واقع الهیاتی که لویت مطرح میکنه، یعنی یه مجموعه از الگوها میبینیم که اینا در یک چیز مشترکن، و اونم چیه؟ اون امر مشترک اینه که همشون از اون دانش متعارف سیاسی و اجتماعی فاصله میگیرن و به خصوص تأکیدشون بر عناصر غیر عقلانی در نقشش در سیاست و اجتماع و تاریخ و غیره هست. یعنی چی؟ مثلا فرض کنیم اشمیت میگه الهیات سیاسی، کاسیرر میگه چی؟ میگه اسطوره سیاسی، که اول البته جورج سورل مطرح میکنه، کاسیرر هم همینطور، رمون آرون میگه دین سکولار، فوگلین اول اصطلاح دین سیاسی رو به کار میبره، بعد میرسه به گنوس سیاسی که الان در موردش توضیح میدم. میشل فوکو در دهه 70 معنویت سیاسی، در فرانسه ژاک مریتان میستیک پولیتیک، یعنی عرفان سیاسی. ببینید اینا همه اصطلاحاتی است که یه چیزی در همشون مشترکه، و در فضایی داره این مطرح میشه که در قرن 19 هم مثلا اصطلاح الهیات سیاسی فوش بوده، اصلا در اون دعوای معروف ماتسینی و نمیدونم باکونین، بل در واقع یعنی در جایی که به نظر میرسه علوم اجتماعی به سبک دورکایم و وبر و اینا به یه جور بحرانی برخورده، به یک باره یک الگوهای سر برمیارن که تاکیدشون روی عنصر دین و الهیات و معنویت و عرفان و نمیدونم اینا هست، و اینا همشون چی هن؟ ویژگی مشترکشونه که دارن نوعی تبارشناسی مدرنیته رو ارائه میدن. خب یعنی بیراهه های مدرنیته رو یا ویژگی های مدرنیته رو دارن به اصطلاح بازنمایی میکنن. تجدد چه ویژگی هایی داره؟ تجدد آیا خودش یک امر اصیله یا شکلای در واقع چیز تغییر شکل داده عناصر دنیای کهن هست، الهیات و اسطوره و عرفان و نمیدونم غیره هست. البته اینم بگم ابتدای تمام بحث تقریبا با نیچه است که گفت، یه جمله معروفی داره، میگه ایدئالیسم آلمانی الهیات در واقع تغییر چهره داده است. خب در یکی از فراسوینی که باید فکر میکنم باشه، بله اصلا این تمی بود که اولین بار در واقع اینا به یک شکلی مطرح کردن. بله فورباخ اصلا و بعد خب این اندیشمندانم که ما میگیم همشون کمابیش متاثر از نیچه و بعدش متاثر هایدگر هستن. الان من به طور خاص در مورد فوگلین توضیح خواهم داد. منتها یه اتفاقی، یه نکته مهم چیه؟ اینه که این اندیشمندان بعضیاشون منتقد مدرنیتن و اندیشمندانی محافظه‌کار هستند که اصالت رو به اون عنصر مثلا الهیاتی عرفانی میدن. مثلا فرض کنید اشمیت یه نمونه خیلی خوبشه، عرضم به خدمت شما، که یعنی میگه که مدرنیته ایراد داره و بلکه در واقع اومده یک شکلای بدی از الهیات رو داره بازنمایی میشه در دنیای مدرن و باید ما برگردیم به همون الهیات به معنای درستی که خودش در نظر میگیره.
یعنی یک جریان این داستان میشه منتقدان مدرنیته که تاکیدشون بر اینه که ما باید این عناصر، مثلا فوکو هم همینطور مفهوم اسپریچوالیتی پولیتیک یا معنویت سیاسی همینه دیگه. فوکو میگه آقا مدرنیته مشکلش اینه که معنویت رو فراموش کرده، که توجهش به انقلاب ایران هم به همین خاطر بود دیگه. این بحث از پیر ادو میگیره، یک مورخ فرانسویه که یک کتابی داره فلسفه آنتیک، فلسفه قدیم، فلسفه قدیم چیست عنوان کتابش، که میگه در واقع در دنیای قدیم فلسفه مستلزم یه جور اگزرسیس یا یه جور تکاپوی معنوی بوده، در دنیای جدید سیاست از معنویت و اینا تویی شده. بگذار منظور اینه که بعضی ها منتقد مدرنیته، طرف چی هم؟ طرف الهیات. از اون ور بعضی ها به شکل مشخص، اون اسمایی که من بردم کاسیرر و رمون آرون، اینا طرفدار مدرنیته هستن و در واقع میخوان انحرافات مدرنیته رو نقد کنن. مثلا مارک، اون افیون روشنفکران که رمون آرون میگه، در واقع قرینه است بر مارکس که میگه دین افیون توده هاست و خودش نتیجه میگیره که با مارکسیسم افیون یا چپگرای افیون روشنفکران. یعنی همون نقشی که دین، همون فانکشنی که دین ایفا میکنه، ایدئولوژی مارکسیسم ایفا میکنه. یا کاسیرر هم همینطور دیگه، میگه همون کارکردی که در واقع اسطوره داره، اسطوره سیاسی که خب در واقع واکنش است به ظهور هیتلر و نازیسم و اینا، از این مفهوم در واقع در هم کتاب اسطوره دولت بحث میکنه، طرفدار مدرنیته است، ولی چی؟ در واقع یه جور به شکل توصیفی تبارشناسی میکنه. حالا اریک فوگلین اینجا یه پدیده شگفت‌انگیزی از یک جهت، به خاطر اینکه اریک فوگلین هم منتقد مدرنیته است و هم منتقد گنوستیسیسم، یعنی اون چیزی که حالا من الان توضیح میدم یعنی چی. به همین جهت خود همین موجب خیلی از فیچیدگی ها در فهم فوگلین شده، خیلی از سوء تفاهم هایی که از فوگلین میشه، سوء فهم هایی که میشه به خاطر اینه، به خصوص در جایی که خب آثارش خوب خونده نمیشه. همونطور که آقای سولگی فهمیدن، یه زبان پیچیده‌ای داره، خیلی نویسنده سرراست نویسی نیست، بریده بریده مینویسه، باید آثارش در یک مجموعه به اصطلاح خونده بشه. و بحثی هم که من خیلی نوآوری زیادی هم داره، یعنی بحثی که ما اینجا داریم بیشتر در مورد همین مفهوم گنوس سیاسی که به طور مشخص بیشتر توی این کتاب درآمدی بر علم سیاست جدید و این کتاب علم سیاست و گنوسیسم که سخنرانیاش هست به اصطلاح مطرح شد. بنابراین به نظر من فیلسوف جالبیه، فیلسوف سیاسی قابل توجهیه از جهاتی، و همون مفهوم اولیه دین سیاسی هم که من عرض کردم که در آثار اولیه‌اش هست، اون هم باز خودش یک مفهوم قدرتمندیه. یعنی بعدها کسایی مثل امیلیو جنتیله که یک تو این حوزه اصلا دیگه سالها کار کرد، دهه‌ها کار میکنه، مفهوم دین سیاسی رو گسترش داد در مورد مثلا اینکه به اصطلاح نازیسم یا ایدئولوژی فاشیستی و راست افراطی، اینا همشون اشکال در واقع سیاسی، دین سیاسی هستن، حالا با همون مفهومی که اریک فوگلین میگه. بنابراین این مفهوم دین سیاسی، گنوس سیاسی، حالا الهیات سیاسی، به نظر من اینا همه در چتر گسترده‌تر الهیات سیاسی قرار میگیرن. همشون یه جور تبارشناسی تجدد رو میتونیم ما درش ببینیم، که یا منتقد کلیت تجدد هستند یا منتقد جنبه هایی از تجدد، ایدئولوژی ها، کجراه های تجدد. اما فوگلین، من از مفهوم گنوسیس شروع میکنم که اساساً چیست. به نظر من خیلی مهمه این مقدمات برای نتیجه که من میخوام بگیرم، مهمه چون تمام اینا اصطلاحاتی هستن که ممکنه بر موردشون اختلاف نظر وجود داشته باشه. یه تاریخچه کوتاهی من اول بگم. مفهوم گنوستیسیسم مفهومی است که در زبان انگلیسی وقتی که استفاده میشه، وقتی با جی بزرگ نوشته میشه، به معنای اون روایتی از گنوستیسیسم که در قرن اول و بعد از مسیحیت شکل گرفته. و وقتی با جی کوچیک نوشته میشه، خیلی معنای گسترده‌تری داره و به از همون ابتدا در واقع، در از وقتی که انسان‌ها یک فهمی از دینداری پیدا کردن، به نظر میرسه که فهمی از گنوستیسیسم هم همیشه بوده، یعنی در ادیان کهن وجود داشته. خب این اساساً بحثی است در تاریخ مسیحیت و تاریخ دین به طور کلی،
چی شد که اومد وارد فلسفه و فلسفه سیاسی و اینا شد؟ اینجا یک شخصیت بسیار مهمی وجود داره به نام هانس یوناس که شاگرد مارتین هایدگر بود و یک میدونید که یک فیلسوف یهودی که به خصوص به خاطر کارهایی که در مورد امید انجام فلسفه امید انجام داده آدم خیلی شناخته شده ایه. هانس یوناس یک کتاب دو جلد به زبان آلمانی نوشت که خلاصه ای از اون رو به زبان انگلیسی تحت عنوان ناستیک ریلیجن یا به فارسی هم خیلی ترجمه خوبی ازش شده کیش گنوسی منتشر کرد. چرخشی که با یوناس رخ میده اینه که بحث رو از بحثی در مورد تاریخ ادیان و نمیدونم فرق مسیحی و اینا تبدیل میکنه به یک بحث فلسفی و گنوستیسیزم رو از یک فرقه هرتیک کلمه حالا دمش توضیح میدم تبدیل میکنه به یک مکتبی که دیگه سر و ته داره روایت خودش از جهان داره و تجلیات فلسفی میگیره و نتایج سیاسی داره. خب البته خو یوناس همه اینا رو خودش نتیجه نمیگیره، راه رو هم به نظر من راه هموار میکنه برای فوگلین. فوگلین در فهمش از گنوستیسیزم تاثیر یوناس مشخص ارجاع هم بهش در جاهای مختلفی میده به خاطر اینکه این یوناس بود که اساسا این بحث گنوستیسیزم رو تبدیل به بحث فلسفی کرد. تا قبل از اون کسایی مثل آدولف هارناک و دو هارناک اینا در چارچوب تاریخ مسیحیت بحثایی می آوردن، خیلی مهم بود، ولی کاری که یوناس کرد و میدونید که یوناس یه مقاله هم داره در مورد اینکه گنوستیسیز از میخوام اگزیستانسیالیسم که اون موقع ها همون دهه 50 و 60 اینا خیلی مطرح بود اگزیستانسیالیسم رو توضیح میده که یه شکلی از گنوستیسیزمه و به اصطلاح و باز در همون فضای اون موقع کسایی مثل سوزان تابس که دختر همین یعقوب تابس معروف هست یه مقاله خیلی مهمی نوشت در دهه 50 که نشون داد فلسفه هایدگر هم کاملا ایده های گنوستیک درش هست که الان من توضیح خواهم داد منظور از ایده های گنوستیک چیه. اما به هر حال گنوستیسیزم توی این روایتی که دست کم ما از یوناس میخونیم میگه ما در از جهان کهن تا امروز وجود داشته و دو تا روایت ازش هست، یه روایت ایرانی خیلی قدیمی داره و یه روایت مدیترانه‌ای سیریاک به اصطلاح سوریانی اطراف اسکندریه و بله اسرائیل و فلسطین و نمیدونم سوریه و غیره که اینا یه تفاوتایی هم با هم دارن. این دوتا بهشون میگه دوتا در واقع اسپیکولیشن یا دو جور روایت از گنوستیسیزم یه مقدار اختلاف نظر هست. عذر میخوام تفاوت دارم در بحث اینکه منشأ چیز یکیه یا خیر و شر منشأش یکیه یا غیره، ولی به هر حال میخواد بگه که این ایده ها تمهای خیلی کهنی هستن و یک شخصیت اینجا اتفاقی که میفته با مسیحیت در همون ابتدا خب میدونی که قبل از اینکه کلیسای کاتولیک به این شکلی که ما میشناسیم مفهوم دوکسا رو مطرح کنه شوراهای مختلفی در سرتاسر جهان اون موقع به خصوص اطراف مدیترانه وجود داشته که اینا تفسیرهای خودشون رو از مسیحیت داشتن، از مسیح تسلیس و نمیدونم رستاخیز و عرضم به خدمت شما که تجسد و اینا داشتن. اون داستان معروف دیگه فرصتی است من توضیح بدم، خودتون میدونید شورای نیقیه که اینا جمع میشن و در واقع اون دوکسا رو درست میکنن که عیسی هم به همون اندازه که خدا از انسانه و آموزه تجسد و رستاخیز و اینا رو و کدوم انجیلا پذیرفته شده است و غیره و بعد از اون تمام اون روایت های دیگه همشون تحت عنوان هرتیک یا به قول مرحوم دکتر طباطبایی به عنوان رافضی شناخته میشن و در واقع کلیسا یواش یواش راه خودش رو پیدا میکنه و بقیه دیگه به عنوان انحرافی و اینا شناخته میشن. یکی از مهمترین این انحرافیون به قول معروف یا رافضیون همین گنوستیکا بودن و حتی انقدر اهمیتشون زیاده که هانس بلومنبرگ تو کتاب مشروعیت عصر جدید میگه اصلا کل کلیسای کاتولیک پاسخی بود به مسئله گنوستیسیسم. یعنی بقیه دیگه حالا خیلی مهم نبود، اون که روایت های دیگه ای که مطرح می شد ممکن بود در حد حلقه و محفل و نمیدونم فرقه و اینا باشه، ولی گنوستیک ها مهم بودن و خب می دونیم که بعدن هم در اندیشه مانوی ما یکی از مهمترین چیزهای اندیشه گنوستیک اندیشه مانویه که خودش تأثیر خیلی مهمی از مسیحیت و مفهوم فاراقلیت در مسیحیت یا پاراکلیت در مسیحیت رو یا یک پایه خیلی مهم به اصطلاح گنوستیک داره. خب چرا حالا این نکته خیلی نکته مهمیه، من اینو دوست دارم توضیح بدم چرا این گنوستیسیزم اینقدر مهمه؟ به خاطر اینکه
بعضی از پژوهشگران از جمله همین بلومنبرگ و دیگرانی هم هستند که از چیزی صحبت میکنن به نام وسوسه گنوستیسیسم. یعنی در طول تاریخ گنوستیسیسم همیشه پشت در کمین نشسته ایستاده و مدام از در پشتی میپره تو با اسمای مختلفی. خب و همونطور که دوستان فرمودن، مثلا سنت آگوستین که خب قبلا مانوی بوده، معروف دیگه، قبلا مانوی بوده و تربیت گنوستیک داشته. نمیدونم حالا در مورد فوگلی من اشاره خواهم کرد، یواکیم فلوری باید. نمیدونم بعد بحث نومینالیست ها هست که اون آقای گیلسپی میگه اصلا نومینالیسم در واقع یه جور مایه های گنوستیسیزمه که دوباره در قالب دیگه احیا شده، که حالا اینا رو من اگه فرصت شد بعضیش رو توضیح میدم. چرا گنوستیسیزم انقدر سمجه به قول معروف؟ به خاطر اینکه جوابش خیلی روشنه یا خیلی ساده است به نظر من. به خاطر اینکه گنوستیسیزم یک نظام جامعی از پاسخ‌ها داره و یک روایت و قصه خیلی به قول معروف کامپرهنسیو، به قول انگلیسی ها، فراگیر داره که همه چیزو سعی میکنه توضیح بده. شاخ و برگایی داره، بعد سطوح مختلفی داره، هم سطح اسطوره داره هم سطح تئوری داره و غیره، که این به پرسش های بنیادین هم دین چی میگه؟ پرسش های بنیادین دین این که از کجا اومدیم، به کجا میریم و چگونه رستگار بشیم. پرسش های بنیادین فلسفه همونایی که به اصطلاح کانت میگه، چی میتونیم بفهمیم، چه باید کرد و چه چیزی امید داشت. ببینید به تمام این پرسش ها گنوستیسیسم یه پاسخی داره. خب پاسخی داره و این پاسخ ها با هم دیگه منسجمه. شما رو گنوستیسیسم دعوت نمی کنه برخلاف مسیحیت به ایمان. خب که آقا سوال نکن ایمان، آره پرسش نداره ایمان، نمیدونم کفایت میکنه و غیره. حالا این نکته رو من توی پرانتز باز بگم چون شاید جالب باشه. یکی از تمای خیلی جالب در حوزه مطالعات گنوستیسیسم در هنر و سینماست. بسیاری از آثار سینمایی بسیار مهم، از جمله مثلا فرض کنید مهر هفتم اینگمار برگمن، یک کار گنوستیک کاملا، یعنی کاملا مایه های گنوستیک اگه کسی دیده باشه در اون هست. ممکنه اینا حالا تا چه حد آگاهانه بوده یا نبوده من نمیدونم، ولی من بعد از سالها وقتی که مدتی پیش دیدمش به وضوح شما تم‌ها و مایه‌های گنوستیک رو درش می‌بینید و باز به شکل‌های دیگه تو کارهای علمی تخیلی مثل جنگ ستارگان اینو به شکل خیلی مبتذل‌ترش البته ما اینو می‌بینیم. یعنی این وسوسه گنوستیسیسم چیزیست که مدام وجود داره تحت عناوین مختلف، تحت عنوان یه بار نومینالیسم، یه بار الهیات تنزیهی، یه بار اگزیستانسیالیسم، یه بار فلسفه تاریخ، یه بار یوتوپیانیسم و غیره دیده میشه. خب اما گنوستیسیسم چیه؟ من اگر بخوام خلاصه کنم، گنوستیسیسم 4 تا مایه یا تم خیلی مهم داره به نظر من. تم اولش اینه که در واقع گنوستیسیسم، من الان دارم همچنان در چارچوب الهیات هستیم، بحث گنوستیسیسم سیاسی رو در ادامه اشاره خواهم کرد. تم اولش اینه که جهان عرصه نبرد دو نیروی خیر و شر. خب یعنی ما دو نیروی داریم که اینا مدام در کارند و در حال مبارزه هستند و شما یا در طرف خیری یا در طرف به اصطلاح شر هستید. به اصطلاح یک میدان مبارزه، جهان میدان مبارزه بین خیر و شر. نکته دوم که باز نکته الهیاتی خیلی مهمه اینه که در گنوستیسیسم یک خدای ناشناختنی وجود داره و خدا بسیار بسیار متعالیه. هیچ چیزی در مورد خدا نمیشه دونست جز به اصطلاح از طریق تجلیاتش، و جهان هم تجلیات الهی درش هست و هم آفریده موجوداتی است غیر الهی و شیطانی که در واقع خیلی تطبیق میدن با همون دمیورژ افلاطون یا سانه که نظم داده جهان رو، چون جهان رو میدونید که گنوستیکا در واقع مار دوره قبل از ادیان ابراهیمی هن که جهان رو قدیم میدونن، چون میگن هیولا رو ماده رو قدیم میدونن، در واقع فقط میگن اون جهان ما رو سانه ای دمیورژی به اصطلاح شکل داده که اون به همین دلیل ماده رو اساسا شیطانی میدونن، چیز میدونن، ماده رو در واقع کثیف میدونن، جهان مادی رو بله پست میدونن، انسان رو در جهان مادی در زندان
میدونن، بیقرار میدونن. انسان در جهان بیقراره، جاش اینجا نیست، از یه جای دیگه، از پیش اون چیزی که بهش میگه پدر ناشناختنی در اندیشه مانوی، از پیش اون اومده، ولی فراموش کرده که منشأ اصل قدسیش به اصطلاح کجاست. عنصر سوم که گنوستیکا روش تاکید دارن مفهوم شهوده، که معتقدند که از طریق شهود، که اونم برای همه افراد میسر نیست، تعداد محدودی از نخبگان میتونن از طریق بارقه هایی از شهود به اون خدای دست نیافتنی یا به اون مبدع هستی علمی پیدا بکنند. در واقع اینجا بحث ایمان نیست، بحث علمه. اصلا گنوس یعنی دانش، یعنی علم. و در واقع یادم میاد در همون فیلم برگمن، اون شخصیت اصلی که یه چوالیه جنگ های صلیبیه، میگه که من نمیخوام ایمان داشته باشم، میخوام علم پیدا بکنم به خدا. ایمان به درد من نمیخوره، من میخوام در مورد خدا بدونم. این خیلی تم گنوستیک خیلی مهمه، در واقع مفهوم شهود. و در نهایت هم این که مفهوم آخر زمان، یعنی این جدال خیر و شر بالاخره یه وقتی تمام میشه، در یک آپوکالیپسی به پایان میرسه که احتمالاً خونبار خواهد بود و در اون نیروی خیر و نیروی شر به اصطلاح پیروز میشه. اینا تمای اصلی اندیشه گنوستیکه. گنوستیکای مسیحی چی میگفتن؟ گنوستیکای مسیحی خیلی خیلی چیز بودن، ضد یهود بودن، میدونید یهود ستیز بودن، معتقد بودن که اون خدای اون یهوه یا خدای یهودیا همون دمیورژیه که در واقع خدای منحرفه در واقع، و خدای خود که خودش رو جا کرده به جای خدای راستین، در صورتی که به همین دلیل معتقد بودن که مسیح برگشته از پیش خدا، یا خود خداست که یا تجلی از خداست که اومده به ما یادآوری کنه آقا یهوه خدا نیست، خدای قلابیه، خدای اصلی پدره که باید شما اون رو به اصطلاح بپرستید. خب این ایده گنوستیک به این شکلی که من ترسیم کردم، یه ایده مال دوره باستان و دوره پسا باستانه، یعنی مال همون قرون اولیه مسیحیه و دوره باستانی رو عرض کردم. یه روایت مسیحی داره و یه روایت پیشا ادیان ابراهیمی داره. اما بیم سراغ فوگلین، البته در مورد گنوس زیاد میشه بحث کرد ولی چون فرصت نیست، بیم سراغ فوگلین که فوگلین چی میگه این وسط، چی میخواد. ببینید فوگلین میگه که مسئله اصلی برای فوگلین مسئله استعلاس یا ترانسندنس، یعنی فوگلین اعتقاد داره که در همونطور که دوستمونم فرمودن، فوگلین میگه یک ترکیب منحصر به فردی در تاریخ مسیحیت بین فلسفه یونانی و کلیسا شکل میگیره، بین ایمان و عقل شکل میگیره، در قالب نهادی متجلی میشه که این یک کارکرد خیلی مثبتی داره و یک پرنسیپ یا اصل خیلی مهمی داره. یعنی از این نظر فوگلین کاملا پایبند به الهیات کلیسایی، اجازه میدم که نقدایی هم داره، ولی معتقده که این الهیات کلیسایی نقاط مثبتش به مراتب بیشتر از نقاط منفیش بوده و این چیزیست که در ادیان ابراهیمی مختص مسیحیت. خب یعنی در هیچ جای دیگه این توازن بین عقل و ایمان به این شکل رخ نمیده، در هیچ جای دیگه این توازن بین فلسفه و الهیات رخ نمیده، در هیچ جای دیگه یک نهادی که متولی باشه و از کجروی ها به اصطلاح جلوگیری کنه رخ نمیده. و خب گنوستیسیسم دقیقا مقابل ایده کلیسای سازمان یافته است، به خاطر اینکه گنوستیسیسم وقتی میگیم شهود، یعنی شهود اشخاص برای فهم مسیح معتبرتره تا دوکسای به اصطلاح کلیسا. و از نظر فوگلین این خودش انحراف از همون موقع که الهیاتی یک رقیبی برای کلیسا بوده، این مشکل بوده. اما این چه ربطی مدرنیته داره؟ نکته مهم اینجاست، فوگلین معتقده که دو تا در دو مرحله گنوستیسیسم خودش رو جا میکنه و به اندیشه غالب در دنیای جدید بدل میشه. مرحله اول با یواکیم فلورهی که در واقع میاد و ایده تثلیث رو تاریخی میکنه در قرن 12 و شخصیت بسیار بسیار مهمی، لویت هم ازش بحث مفصل کرده دیگه در من و در تاریخ، از این جهت که راه رو باز میکنه برای اون چیزی که بعدا بهش میگن فلسفه های تاریخ در قرن 19
میگه انحراف اول اینجا بود، یعنی انحراف اینجا بود که مفهوم اسکاتون در کتاب مقدس، یعنی اسکاتولوژی به معنای معنوی کلمه که قرار نبوده تجلی تاریخی داشته باشه، با آقای یوآکیم در واقع تبدیل میشه به تاریخ و اونم شکل خطی تاریخ، یعنی یه تاریخ خطی که در سه مرحله میرسه به آخر الزمان و در اون در واقع یه نوع یوتوپیای مسیحی ساخته میشه که در طول دیگه جا در تاریخ داره. یعنی اولین قدم ایمننت شدنه یا درونی شدنه یا تاریخی شدن و متجلی شدن اسکاتونه که یک بخش مهمی از گنوستیسیسم محسوب میشه. دومی مرحله در واقع با اندیشمندان صدر مدرنیته به خصوص مثلا کسایی مثل هابز و اینا شروع میشه. یعنی اینجا میان اون، یعنی میگه یوآکیم راهو باز میکنه برای کی؟ برای امثال هابز، بله هابز، و بعد هگل که دیگه از اوجش دیگه در هگله که اینجا در واقع همون ایده‌ای که الهیاتی بود سکولار میشه. یعنی اول ایمننت میشه، بعد چی میشه؟ بعد سکولار میشه. در همون الهیات اول ایمننت میشه و بعد که ایمننت شد سکولار میشه. در واقع ایده یا مساهمت مهم فوگلین که حالا من به آخر عرضم اشاره خواهم کرد در نشون دادن اینه که ایمننتیزیشن یا حالا من ترجمهش واقعا خیلی سخته، این جهانی سازی درونمان شدن، نمیدونم آخه این جهانی سازی برای سکولاریسم میشه بکنه، برای سکولاریزاسیون هم میشه بکنه. ایمننتیزیشن یه چیزی بیشتر از اونه در واقع، که حالا همچنان میگیم درون ماندگار شدن ولی تا در نبود معادلی بهتر. خب این در واقع از نظر فوگلین بنابراین ایده هایی مثل فلسفه تاریخ، اوتوپیا، نبرد طبقاتی در مارکس، نمیدونم آگاهی طبقه کارگر، اینا همش در واقع شکل سکولار شده همون گنوستیسیزمه، همون شهود گنوسی الان شده به آگاهی طبقه کارگر. بورژوا میگه اصلا، مارکس میگه اصلا بورژوا نمیفهمه به خاطر اینکه اصلا تو موقعیت طبقاتی نیست. خب دو تا آدم، دو بورژوا و کارگر و پرولتاریا، دو تا اصلا طبقه هم با جامعه‌شناسی معرفت مارکسی، دو تا طبقه هم اصلا با دو تا نگاه متفاوت به جهان که چشم انداز خودشون رو دارن. فوگلین مشکلش با این مسئله، یعنی نقد فوگلین اینه که اساسا شما معیار تشخیص درست و غلط توی همچین وضعیتی از بیرون برداشته میشه، چون ترانسندنسی دیگه نیست. ترانسندنس یعنی چی؟ یعنی شما فراتر از انسان‌ها، فراتر از طبقه، فراتر از تاریخ، فراتر از جامعه، فراتر از دولت، یک نیه که همون کاری که افلاطون کرد دیگه، سقراط کرد در واقع، که اومد گفت یک طبیعت، همین که لوش درستشون داده، یک طبیعتی وجود داره که شهر رو باید با اون سنجید، نه برعکس. نه اینکه بگیم شهرها همه خوبن، بلکه شهر خوب و بد میتونه داشته باشه به میزانی که به اون طبیعت متشبه بجوید یا به اون نزدیک بشه یا به اون افق اونو مد نظر قرار بگیره. ادیان ابراهیمی هم از نظر فوگلین به خصوص مسیحیت همین عنصر ترانسندنت رو داشتن. بنابراین چی میشه؟ میگه که تو همین کتاب اتفاقا اشاره میکنه، میگه اساسا گنوستیسیسم پرسشگری رو منتفی میکنه. پرسش این نیست که حقیقت چیه، پرسش اینه که تو کجا هستی، جزء اون نجات یافتگانی یا جزء، اگر نیستی نیستی دیگه، اگه شهود نمیشه نمیشه، اگر کار طبقه کارگر نیستی نیستی، اگر در قرن 19 همی نمیتونی قرن 13 رو درک کنی، اگر در دوره مثلا مدرنی نمیتونی پیشا مدرن رو درک کنی. یعنی به یک جور نسبی گرایی به یک معنی خیلی خاص کلمه به اصطلاح میرسه. و همچنین این دوگانه سازی بین خیر و شر از نظر فوگلین در سیاست بسیار خطرناکه و اینم باز میراثه، چون که امروز هم در زبان انگلیسی وقتی میخوان دوگانه سازی رو بگن از اصطلاح مانوی استفاده میکنن، یعنی وقتی میگن مثلا مانیکین دوالیتی یعنی دوالیسم مانوی، یعنی اینکه شما یا طرف شری یا طرف خیر هستی. یعنی میگه گنوستیسیسم در سیاست راه گریزی به شما نشون نمیده، به شما میگه آقا هستی. به همین دلیل هم خیلی جالبه که اینو هانس یوناس تو کتابش میاره، میگه که گنوستیسیسم وقتی وارد سیاست میشه یا خیلی خیلی انقلابی افراطی رادیکال درست میکنه، مثل چپ های مثلا ژیژک و اینا، در واقع این خب میدونید که اینا همشون میراث گنوستی دارن، اون در کتاب گیلسپی هم اشاره به این مسئله شده که اینا همشون دریدای متأخر، نمیدونم
سلاوای جیجه، کلم بدیو، که اصلا اینا اغلبشون اگه دقت کنید تو کار آخرشون همه دیگه اصلا رفتن سراغ الهیات. دریدا که اصلا 10 سال آخر عمرش فقط در مورد دین و الهیات، جز در مورد دین و الهیات تقریبا ننوشت. یا اینکه از اون به یه جور به اصطلاح بیعملی میرسن، یعنی شما یا میگی آخر زمان رو جلو بندازم، یا میگی آخر زمان که خبری ازش نیست دیگه، بریم هر چی هست به اصطلاح قبول کنیم. در هر دو حالت بده، یعنی نه اون خوبه نه این خوبه. و به همین دلیل ماهیت پیچیده گنوسیسی در سیاست از اینجا ناشی میشه که هم از این ور خطرناکه، هم بر راست از نظر راست خطرناکه، هم از نظر چپ خطرناکه. هیچ دستاورد مثبتی به اصطلاح نداره. گنوستیسیسم دنیا رو، چون شما را انسان از دنیا بیگانه میدونه برخلاف ایده های رواقیون و اینا، بنابراین ساختن دنیا اصلا تو چیزش نیست، تو مرامش نیست. دنیا رو باید ازش در رفت، باید ویران کرد، به تعبیر مولوی باید در این زندان یا روزن ایجاد کرد و خلاصه الفرار. دنیا جای ساختن نیست، جای سکنا گزیدن به اصطلاح نیست. من خیلی حرف زدم، عذر میخوام. فقط یه اینو خیلی کوتاه میگم، این که ارتباطش با ما چیه، یعنی چرا این کتاب مهمه. اگر بخوام جمع‌بندی کنم، ببینید، همونطور که عرض کردم فوگلینگ اندیشمند خاصیه، یعنی هم توی جلسه اتفاق با آقای دکتر مقیمی بودیم در نقد کتاب مارک لیلا، اونجا هم در مورد همین صحبتی کردیم که آیا، چون من اونجا توضیح دادم که مارک لیلا که یک اندیشمند کاملا تجددگراست و بلکه طرفدار روشنگریه، در نقدش از وجوهی از مدرنیته، از ایده های فوگلین چیکار کرده، در مورد کتاب خدای مرده‌زاد استفاده کرده. من معتقدم که، حالا شاید آقای دکتر مقیم موافق نباشن، معتقدم که فوگلین هرچند که منتقد سرسخت مدرنیته است، در تمامیتش، در کلیتش اصلا مدرنیته رو گنوس سیاسی شده و سکولار شده و اینا به اصطلاح میدونه. ولی من معتقدم که میشه از بصیرت‌های به اصطلاح فوگلین استفاده کرد برای دوتا کار. یکی در مورد خودمون، یکی این که فوگلین خیلی خوب نشون میده که با آقای سلگی صحبت میکنم، جنبه مخرب عرفان چیه در فرهنگ ما، که خب یک عنصر قدرتمندی بوده دیگه، عرفان، تصوف و غیره. و خب میدونید که عرفان اسلامی عناصر گنوستیک بسیار بسیار قدرتمندی داره و این هم از معنویت میاد، هم از گنوستیک قدیم ایرانی میاد و بسیار بسیار نیرومنده این عنصر گنوستیک. خیلی کم بهش توجه شده. اولین کسی که به این مسئله توجه کرد آقای منزوی بود، علی نقی منزوی. بعد برای مدت‌ها این بحث مسکوت بود. هانری کوربن در این باره بحث‌های مهمی داره. الان آقای دکتر پورجوادی تو این زمینه داره سال‌هاست کار می‌کنه. ولی بحث کاملا مخفولیه و بسیاری از اندیشمندان بزرگ ما مایه‌ها و تم‌های اساسیشون مایه‌ها و تم‌های گنوستیکه. سهروردی، نمی‌دونم مولوی، عین‌القضات همدانی، حتی حالا طبق تفسیر کوربن کسایی مثل ابن سینا، ملا صدرا، شعرهای ما، عرفای ما، همه اینایی که میگن این جهان زندانه و نمیدونم فلان. البته این تم نو افلاطونی هم هست، فقط تم بگم فقط تم گنوستیک نیست، و ولی نو افلاطونی و گنوستیسیسم با هم دیگه خلاصه پیوند خورده. به همین دلیل این نکته برای نقد فرهنگ عرفانی ما به خصوص حضور عرفان در سیاست خیلی اهمیت داره. اما نکته دوم که باز مهمه اینه که گنوستیسیزم حتی در شکل سکولار شدهش هم ما در ایران معاصر در قالب ایدئولوژی سیاسی معاصر شاهدش هستیم و میبینیم. این مایه ها رو، مایه هایی که من عرض کردم، در اندیشه به عنوان مثال علی شریعتی شما میتونید ببینید، در اندیشه احمد فردید میتونید ببینید، در مقاله که من در مورد فردید نوشتم به انگلیسی به زودی منتشر میشه، اونجا من توضیح دادم که این ایده های گنوستیک در فردید چیا هستن. تمام این، یعنی به شکل کلاسیک هر تا 4 تا 5 تا ایده رو شما میتونید در فردید ببینید، هم نگاه آخر زمانی، هم جدال خیر و شر، هم این که در واقع دقیقاً بله، اون که میگه خدای پری روز و پس فردا، در واقع همین یه ایده گنوستیک تاریخی شده است. و همچنین در مثلا آثار احسان طبری که به نظر من یه کاملا یک نگاه چپ به گنوستیسیسم داره، حتی در کارهای کسایی، کارهای ادبیات ما مثلا مثل ماهی سیاه کوچولو، ماهی صمد بهرنگی، ایده های تمای گنوستیک دیده میشه.
یعنی وقتی شما گنوستیسیسم رو میخونید، من تو این چند سالی که یه مقداری اما بیش به عنوان متفنن البته مطالعه میکنم در مورد گنوستیسیسم، متوجه میشید که چقدر این قدرت توضیح دهندگی بالایی داره و چقدر میتونه برای فهم بعضی از وجود، به خصوص برای ما که خب یک روایت خودمون از گنوستیسیسم داریم، ممکنه یه چینی یا یه مثلا چون بدونم فرانسوی اونقدر به کارش نیاد، باید بگرده با زهربین دنبال، ولی در این در جهان ایرانی بله شما به قول ایشون آره ریخته باید جمعش کنی فقط پیدا کن، در از در و دیوار میباره دیگه گنوستیسیسم و خطرات سیاسیش رو هم خلاصه به اصطلاح داریم میبینیم. یه نکته آخر من بگم خیلی طولانی شد، از یک نظر مقایسه کسی مثل هانری کوروان و فوگلین هم جالبه، به خاطر اینکه کوروان دقیقاً یک اندیشمند گنوستیکه و دقیقاً نتایجی که میگیره با اینکه دغدغه‌اش با فوگلین یکیه، نتایجی که میگیره متضاده، یعنی هر دو منتقد مدرنیته هستن، هر دو معتقدند که به اصطلاح مدرنیته حاصل از دست رفتن ترانساندانس، به تعبیر هایدگر فرار خدایان، به اصطلاح یا به تعبیر نیچه مرگ خدا، ولی در این حال فوگلین راه حل رو در این میدونه که اتفاقا از شهود شخصی جلوگیری بشه. خب میگه شهود شخصیه که راهو باز میکنه برای پست مدرنیسم و نسبیت گرایی و نمینا. کوروان برعکس، کوروان میگه اصلا ایده اصلی گنوستیسیسم ارتباط شخصی با روح القدس بوده که مزاحمش کیه؟ کلیساست. آقای کشیش و پاپ و اینا میان میگن تو چه کاری، باید ما بگیم که چه روایتی رو باید بخونید. یعنی اینم باز جالبه که باز این هر دو مال یه یعنی اصلا تقریبا هر دو از یه دغدغه شروع میکنن، هر دو از ایمننتیزیشن به اصطلاح میترسن، شاگرد هایدگر بودن، هایدگری بودن، خیلی مشترکات دارن، ولی در فهمشون از گنوس تقابل هم کاملا مقابل هم به اصطلاح قرار میگیرن. اون میگه اتفاقا کلیسا خوبیش به اینه که هر کس هر چرت و پرتی بیاد بگه یکی هست یه صحابی داره لاقل بیاد جلوشو بگیره، اون صحابش هم بالاخره افلاطون خونده، لاتین بلده، یونانی بلده و مسئوله، بالاخره یه جایی یه جواب باید پس بده، یه چیزی دست کلید بهش دادن که بالاخره این دفتر دستکی دستش اونجا پاسخگوه. ولی شما اگر بیایید بگید شهود شخصی، هر کس بیاد واسه خودش چیزی میگه، یا هر دعای نبوت میکنن منم و غیره. به هر حال ببخشید من خیلی عذر میخوام طولانی صحبت کردم، خیلی متشکرم. خیلی خوب، منم سلام عرض میکنم خدمت دوستان بزرگواری که حاضر شدن. خیلی ممنون از این مجموعه که این جلسه رو ترتیب دادن و جناب آقای دکتر سبز و جناب آقای سلگی بزرگوار که مطالبی گفتن خیلی به نظرم کمک میکنه. آقای دکتر بستانی هم که دیگه چی میگن؟ اما کامپرنسی آره دیگه گل کار بود و خلاصه همه مباحث رو مطرح کرد. حداقل این که بار بحث منو یه مقدار سبک کرد از این جهت که بخوام حالا وارد مباحث مقدماتی بشم. اما من یه نکته اول راجع به این بگم که این کتابو علم سیاست و گنوسیز، این کتاب درسته کتاب مهمیه از این جهت که شما رو یه سری سرنخ‌های جدی میده برای که شما با اندیشه فوگلین آشنا بشید. منتها به هیچ وجه قابل تقلیل نیست فوگلین به این. فوگلین کتاب اصلیش Order and History که 5 جلده. فوگلین هم آدمی بوده که همینجوری حالا یه اصطلاحی بگم نمیشه اونو گفت، ولی همینجوری مینویسه، خیلی نوشتنش مثلا دکتر جواد طباطبایی هست دیگه. مثلا طباطبایی وقتی کتاب مینویسه 700 800 صفحه کتاب مینویسه، حرفو تو 100 صفحه 200 صفحه مثلا میشد زد، ولی 700 800 صفحه مینویسه. فوگلین هم اینجوری هست، ولی خب این فوگلینه، فرق میکنه با اون. 5 جلد منبرم خوب میرفته. آره 5 جلد کتاب نوشته. اگر بخواید فوگلین رو بشناسید بعد اون 5 جلد رو بخونید، هیچ راهی نداره. 5 جلد کتابه، بعد 3-4 هزار صفحه متن بعد بخونید. بنابراین همجوری که آیه سلگی عزیز فرمودن، ورود به منظومه فکری فوگلین به این سادگی ها نیست. از هر گوشش
اگر شما وارد بشید ممکنه که از زاویه دیگه‌ای مقفول واقع بشه. آقای دکتر خیلی زاویه به نظر من خوبی رو شروع کردن، از بحث ریشه های گنوسیزم و بعد اینکه دعوی فوگلین چیه، چرا میگه مدرنا گنوسیستن، اینا رو مطرح کرد، به نظرم خیلی خوبه. ولی خب من از یه زاویه دیگه ای بحثمو چیدم و سعی میکنم که یه جوری، یعنی امیدوارم یه جوری بشه که تش یه مقدار مکمل بشه بحثم. در مورد خود ترجمه من دو سه نکته میگم. من نمیخوام راجع به ترجمه اینجا بحث بکنم با جناب آقای سلگی، منتها من دو سه صفحه از این کار رو، شاید 4-5 صفحه رو تطبیق دادم، البته با ترجمه، با متن انگلیسی. ایشون توی مقدمه آورده که گویا از متن آلمانی ترجمه کرده. هر دو با هم دیگه بوده. بله، هر دو با هم بوده. هر دو با هم بوده. بله. جز مقدمه یه ساندروس که اصلا انگلیسی و ویراستاری متفاوت. حالا به هر حال من حرفم اینه که اولا وقتی که شما ما یه متنی رو از متن اصلی ترجمه میکنیم از آلمانی، به نظر میرسه که دیگه نیازی نیست به انگلیسی رجوع کنیم. یعنی اینو من خیلی متوجه نمیشم که باب شده اخیراً مثلا طرف از هگل یک کار ترجمه میکنه، بعد میگه این چهار تا ترجمه اینگه به انگلیسی شما چی کار داره، شما اگه آلمانی بلدی هم آلمانیشو ترجمه کن دیگه، اصلش آلمانی هستم انگلیسی ربطی نداره که. این یه بحث. ولی بحث این که من میگم یه سری لغزش، خیلی زحمت کشیده آیه سلگی، کار آسونی نیست ترجمه کردن فوگلین، اینو آیه دکترم فرمودن، خیلی زحمت کشیده، منتها یه لغزشایی وجود داره. اگر حالا خواستن نه حتما اصلا آره، مایلم خودم که باقا. یعنی یه جاهایی آسیب زده. من آدمی نیستم اهل اراده مولا نقطی باشم اینجا بیام بگم آقا چرا اینو اینجوری گذاشتی، سلیقه‌ای نمیگم، متوجه اشکال تو فهم ایجاد میکنه. نمیخوام راجع به بحث کنم چون میدونم که اصل ترجمه سالم و خانایی است. من حرفمو میخوام با یه جمله از پاسکال شروع کنم. یه جمله ای داره توی اون تأملات، میگه انسان آشکارا برای فکر کردن ساخته شده است، منزلت کلی او و مزیت کلی او همین است و وظیفه کلی او اندیشیدن به همان سانی است که باید بیاندیشد. من فکر میکنم ورود به فهم فوگلین، چه در مورد گنوسیزم، چه در مورد نقدش به تجدد یا مدرنیته، و چه در فهم تعلق یا دلبستگی فکریش به مسیحیت، اون مسیحیتی که آقای دکتر گفتن، از رهگذر فهم تلقی فوگلین از انسان در این معنای پاسکالی میگذره. یعنی بعد ببینیم فوگلین چه انتظاری از آدم داره به لحاظ وجودی، یعنی میگه آقا انسان بر این جهان اصلا چیکاره است. اینو اگه ما بتونیم مبنا قرار بدیم، من تصورم اینه که ممکنه بتونیم یه مقدار فوگلینو با وضوح بیشتری ببینیمش. ببینید فوگلین میگه انسان یگان موجود گشوده به، من این تعابیری که مال خود فوگلینه، انسان یگان موجود گشوده به واقعیت الهی است. خب این اول جمله معمولی به نظر میرسه، یه جمله، ببینید تبادرش به ذهن ما یه جمله است که انقدر ما از این حرفا شنیدیم، آره انقدر ما از این حرفا الکی همه زدن و اعتقادم نداشتن زدن و اینا، ما فکر میکنیم آره بابا اینم از همین حرفاست دیگه، مثلا این آخوند محله است، سخن بزرگان، فطرت خداجو، آره مردم خدا، فطرت خداجو رو داره میگه. نه آقا، این بعد میخوام همه بحثمو بزنم روی این که منظور فوگلین از واقعیت الهی چیه، کلن یه چیزی دیگه ایست غیر از اون چیزی که ما به صورت اصطلاحی همش تو ذهنمون میاد. همش مبنای نقد فوگلین در مورد مدرنیته اینها از اینجا میتونه نشأت بگیره. میگه حالا انسان بدین ترتیب از حیث وجودی وضعیتی خاص دارد که فوگلین ازش تحت یک عنوان مشهور استفاده میکنه در همون 5 جلد، تحت عنوان متاکسی. متاکسی یعنی این بیتوینس، در بین بودگی. میگه انسان واقعیت وجودیش در بین بودگیه، یعنی بین امر ترانسندنتال و امر ایمننت، یا بین امر استعلاعی و امر درون ماندگار یا درون مان، هرچی. خب شما
در اون ما نذاشتی. نه من این جهان ساز بودم. این جهان ساز. آره منظور اون. بله بله. این بینابینی بودنه، این که به هیچ کدوم از اینها تعلق مطلق نداره، این واقعیت وجودی انسانه. اینو ما توی ادیان ابراهیمی هم به خوبی میبینیم، حتی تو قرآن هم میبینی. اون اولش که میگه آقا تو این اومدن اینا رو، تو سوره بقره که شما میخونید میگه اومدن در واقع فرشته ها اومدن، اون گفت خداوند گفتش که میخوام اینو خلیفه زمین بکنم، فرشتگان اومدن گفتن بابا این میره اونجا فساد میکنه، خونریزی را میندازه، این چی آخه، ما که اینجا هستیم اعیان ثابته ایم دیگه، به تعبیری فلسفیشو بخوای بگی اون چرا اون انسان فاسد. اونجا بحث اینه که یعنی این تعبیر میشه گذاشت، تعبیر فوگلینی اگه بخوای بفهمی، میگه که نه خداوند میدونه که انسان موجود بینابینیه و اتفاقا مسئله اینه، فضیلت انسان در بینابینی بودنه. یعنی این حرکت بین این دو سطح، امکان حرکت بین این دو سطحه که فضیلت انسان رو در واقع متجلی میکنه. این حرف فوگلینه. بنابراین اگر فلسفه‌ای، چون ببینید فوگلین فلسفه و علم رو به یک معنا به کار میبره، یعنی فلسفه که انه همان علم نیست که ساینس مدرن رو منتقدشه، کامسا ساینس و چیز علم نمیدونه که، علم همانا فلسفه است. فلسفه‌ای که قرار است شناخت به ما بده از انسان، اگر فلسفه‌ای باشد که به یکی از این دو وجه انسان رو فرو بکاهد، دیگه از حیز انتفاع و اعتبار ساقط میشه. گنوسیسم قدیمی، همونجوری که آقای دکتر میگم خیلی بحثو چون مطرح کردن الان دیگه لازم نیست من برگردم، گنوسیسم پیشامدرن گنوسیسمی بود که انسان رو به ساحت استعلایی تقلیل میداد و نفی دنیا، این جهان به درد نمیخوره، از این قفس باید بزنیم بیرون. ما دیگه الا ماشاءالله تو فرهنگمون داریم دیگه، میگه چی؟ میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این گنوسیسمه دیگه. یا میگه آدمی، حافظ میگه آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. یعنی اینا رو همه باید خراب بکنیم، این فایده نداره. در پس آینه توتی صفت، اصلا شما برید بسن لازم نیست، شما باز کنید اصلا رندوم پیدا میکنید مولانا حافظ همه اینا چیزا. حالا حرف فوگلین چیه؟ اگر وقتی میگه واقعیت الهی، یعنی دیوان ریالیتی که میگه، یعنی میگه انسان موجودی است که این خصیصه الهی، این میل به فراروی از امر ایمننت رو شما نمیتونی ازش بگیری. اگر بگیری که مدرنا گرفتن، انسان رو تقلیل دادی و اون چیزی که به عنوان دانش از انسان عرضه میکنی، نه از انسان واقعی بلکه از یک انسانیست که یک سکند ریالیتی، یک واقعیت ثانوی درست کردی. هرگاه شما، یعنی ببینید اصل بر تنش بین این دوتا ساحته، هر دانشی یا هر مجموعه از آموزه ها که مدعی دانشه، اگر این تنشو سرکوب بکنه، چه به نحو چه به سود استعلا، چه به سود ساحت ایمننت، این نمیتونه اون چیزی باشه که، و این داره بازنمایی میکنه واقعیت غیر واقعی رو، یا سکند ریالیتی، واقعیت ساختگی رو، یعنی واقعیت جعلیه، واقعی، این واقعی نیست. این انسانی که مثلا رفتارگرایی مدرن بهش میپردازه مسله شده است، این واقعیت انسان نیست. کما اینکه اونم که میاد میگه همه ی وجود انسان استعلایی است، این تن زندان است، باید از این زد بیرون، اونم نیست. اصل بر خاطر همین دشواره فلسفه، دشواریش در حفظ این تنشه، این آره این. و اون بهش چی میگه؟ حالا فوگلین بحثش اینه که آقا در فلسفه قدیم، در فلسفه یونان افلاطون و در مسیحیت، در واقع در وحی مسیحی، این تعادله به بهترین وجه حفظ شد. یعنی این در واقع تنش به بهترین وجه حفظ شد
و انسان‌هایی که ذیل اون نظم نمادین میزیستند نفوس متعادلی داشتند، نفس‌های سالمی داشتند. اما در دوره‌ای که این در دوره‌های تاریخی که این تعادل به هم می‌خوره، این تأثیر می‌ذاره، آدم‌ها هم از اون نفس‌هاشون از اون حالت تعادل خارج میشه، فاسد میشن، انسان‌ها فاسد میشن، چون با واقع، چون میدونید یه چیز دیگه، پرده جهلی جلوشون ظاهر میشه که فکر میکنن واقعیت انسان اینه. مثلا واقعیت انسان اینه که فقط خدمت شما عرض کنم که همین چیزایی که ما امروز، مثلا شما امروز به یکی بگی که آقا خوشبختی چیه، سعادت در چیه، خب مثلا همه میگن که قریب به اتفاق دیگه. اونو بگذاریم، اونایی که مثلا تعارف میکنن یا مثلا روشون نمیشه، اونا مثلا دلشون نمیخواد، ولی میگن آقا مثلا این مواهب مادی، خونه، پول، روابط آزاد، نمیدونم اینجوری باشه، نمیدونم به هوا خوب باشه، یعنی تمام خصیصه های وضع زندگی درون ماندگار بشره. این چیزی نیستش که با اراده من یا آقای دکتر بستانی یا آقای سلیم قبل از جلسه داشت صحبت میکنیم به خطر بیفته، که بعضی میگن آقا این حرفایی که اینا میزنن اینا خطرناکه. نه بابا، این کجاش خطرناکه، مثلا چقدر کار، دنیا الان ایمننت شده، رفته، تموم شده. اگرم ما بحث میکنیم راجع به اریک فوگلین، فقط بحث شخصیه. خود اریک فوگلین تاکید میکنه، میگه من هیچ برنامه‌ای برای رجعت یا ایجاد یک جنبش برای رجعت به گذشته ندارم. میگه همه اینا رو میگم که شخص شما درمان بشه، میگه خود شخصت، کاری من نمیتونم بکنم، من کاری نمیتونم بکنم با گنوسیزم مدرن. حالا بحثی که هست اینه که اون گنوسیزم قدیم میگفت این جهان نمیدونم زندان است، باید از این زد بیرون، مرغ باغ ملکوتم و از این داستانا. آقای دکتر گفتن اون یواکیم یا یواخیم فیوره‌ای که اون اومد بحث رو، یعنی یه حلقه واسطی شد از گنوسیزم قدیم به گنوسیزم مدرن. حرف فوگلین این هستش که مدرن ها به معنای دقیق کلمه گنوسیستن، منتها منهای اون وجه استعلائیش، یعنی شما وجه جنبه استعلائی استدلال یواخیم رو اگر بزنید و جهتش رو درون ماندگار بکنید، میرسید به آگوست کنت و هگل و مارکس و این سگانه هایی که اصلا میگه، چون میدونید که یواخیم یا یواکیم فیوره‌ای سگانه داشت دیگه، دوره در واقع اون سگانه های تاریخ مسیحیت رو به سه دوره تقسیم کرد، پدر و پسر و روح القدس. بله، دود این سگانه ها اصلا نمادین شد، یعنی دیگه آگوست کنت اومد گفت دوره نمیدونم الهیاتی، دوره متافیزیکی، دوره پوزیتیو. مارکس اومد گفت دوره نمیدونم کمون اولی و کمون اولی و شما که مارکسیستی فودالیسم و حالا ببین قضیه چیه. قضیه اینه که انقلاب‌های مدرن حالا من از اینجا میخوام بعد بحثمو ببرم یه کوچولو راجع به ایران صحبت بکنم که آقای دکترم البته اشاره کردن، حالا منم یه چند جمله بگم برای خالی نبودن عریضه. اصلا چرا میگیم انقلاب پدیده مدرنه؟ اصلا انقلاب قراره چی کار بکنه؟ انقلاب قراره شما را از یک وضعیت قفس آلوده، مشابه قفست که گیر افتادید در یک وضعیتی، شما را آزاد بکنه. درسته؟ اصلا ایده ای انقلاب از اینجا میاد دیگه. یعنی شما وضعیت کنونی رو، حالا ممکنه شما بگید بله این که الان آب میریزه تو آسیاب کانسرواتیوا و فلاینا، من کاری برونش ندارم، میتونم راجع اونم بحث بکنی، ولی این که شما وضعیت کنونی خودت رو، تنشی که درش وجود داری رو نپذیری و بخوای با انقلاب ازش در بیای بیرون، این از نتایج گنوسیزم مدرن. اگه گنوسیزم مدرن نبود، اصلا ایده های انقلابی شکل، این انقلاب اجتماعی شکل نمی گرفت. انقلاب اجتماعی دنبال اینه که شما رو آزاد کنه. حالا گنوسیست های قدیم میگفتن این تن بره، روح هم آزاد بشه از این جهان. گنوسیست های مدرن میگن آقا این ساختارهای اجتماعی بره کنار، من آزاد بشم،
طبقه کارگر آزاد بشه. فرد لیبرال، اینجا فرقی بین لیبرالیسم و سوسیالیسم هم نیست، همشون جنوسیستی هم از نظر فوگلی. فکر نکنید که فقط مارکسیست داره میگه. میل چرا؟ چون یه نکته دقت بکنید بهش، بحثش اینه، میگه که ما در خدمت شما عرض شود که این نکته رو باید بهش واقعا دقت کرد که از ذهنم رفت، می‌خواستم به نکته رو بهش اشاره بکنم که از ذهنم رفت، اشکال نداره. انقلاب و اینا. آره همون آره دقیقاً بحث انقلاب بود. اینکه این انقلاب دقیقاً بحث آزادی بود. تلقی قدما از آزادی که فوگلین هم ازش دفاع میکنه چیه دوستان؟ آزادی، اگر بخوایم از اصطلاحات مدرن استفاده کنیم، آزادی سوبژکتیوه. یعنی چی آزادی سوبژکتیو؟ یعنی مثلا شما سقراط چجوری آزاد میشد؟ با بحث کردن در مورد دکساها و فراروی از اونها. مثلا میگفتن آقا این خدای زئوس، این خدا وقتی بحث میکرد از دین شهر فراروی میکرد، وقتی بنیانهای عقاید عامه رو در ذهن خودش فرو میریخت آزاد میشد. آزادی اینجا به معنای فلسفی و پیشا مدرنه. اما برای یه مدرن آزادی چیه؟ اگه شما اینو بهش بگی میگه برو ببین چه درد من میخوره اصلا آزادی. آزادی نیست، این فریبه. مارکس میگه اینا فریب بود. مدرنا میگن اینا فریبه، اینا آزادی نیست، اینا افیونه. افیونه اینا باعث میشه شما در وضعیت سرکوب شده. آزادی اون چیزیست که شما رو از بندها، از ساختارهای اجتماعی آزاد بکنه، از سرکوب سیاسی آزاد بکنه، از سرکوب اجتماعی آزاد بکنه، از سرکوب اقتصادی آزاد بکنه. آزادی اصلا اینجا نیست، آزادی بیرونه. بدنها باید آزاد باشن. بدنمندی چی میگم؟ میخوام بگم این دوتا با هم مرتبطه. سقراط گنوسیست نبود، نمیتوانست باشد، چون سقراط دقیقاً مصداق تمام عیار به رسمیت شناختن اون تنش بود. در کجا؟ در دیالوگ ضیافت، اونجا که سقراط تعریف میکنه اون دیالوگ که من وقتی جوان بودم رفتم اون دیوتیما به من خواست بگه فلسفه چیست، گفت فلسفه یک حرکتیست بین جهل و حکمت. فیلوسوفوس یعنی دنبال کردن سوفوس یا حکمت. این حرکت بین این دوتا اینه که در واقع آزادی است، شما رو به آزادی میرسونه. اما در به زعم فوگلین ما اینو در تجدد نمیبینیم. و به نظر من میرسه یکی از بزرگترین دغدغه های فوگلین در نقد تجدد همین اینجا خیلی شبیه میشه به دغدغش به اشراس دیگه، که آقا این از بین رفتن امکان فلسفه ورزی، چون خیلی تاکید میکنه روی این. اما خب من در آخر میگم که چه تفاوت اساسی داره با اشراس و اشاره میکنم. من تو بحث دومم که میخوام راجع به ایران یه چند جمله بگم فقط، نقش یعنی چرا حالا این به درد ما میخوره. البته به نظر من این پرسش بیهوده ایه، یعنی مثلا من نمیدونم چرا مودم شده که میگن آقا این کتاب شما تا ببینید به دردت میخوره، برای وضع ایران خوبه. بله این اصلا حرف بی ربطیه اصولا، چون اگه ما قائل باشیم به این که یک دانش عمومی و عام در مورد سیاست وجود داره، حالا به هر کجا که اگه حرف درستی باشه در هر جایی، دست کم پس به درد ما خواهد خورد. حالا این به نظر من حرفه. ولی خب اگه بخوام مصداقی بگم که این بحث گنوسیزم فوگلین چه تأثیری داره توی یا چه نقشی میتونه داشته باشه تو فهم ما از ایران معاصر، آقای دکتر به شریعتی و به این فردید و دیگران اشاره کردن به درستی. من میخوام برگردم بگم اگر گنوسیزم مدرن مثلا حزب توده و جریانهای مشابه اون، یعنی شما وقتی نقد اینو به مارکس میخونید و همون نقد رو اگه پیارید روی حزب توده بذارید و به این نتیجه برسید که حزب توده گنوسیستیه، من حتی تصور میکنم که آموزه های اسلامی و فقهی
فقط در شرایط وجود یک چنین بستری این امکانو پیدا می‌کردن که انقلابی بشن و سیاسی بشن. یعنی سیاسی شدن اون گرایش‌های عرفانی یا اون گرایش‌های مثلا شما فرض کنید یه آدمی مثل خسرو گل سرخی مثلا از امام حسین، سیاسی شدن عاشورا، این کاملا بستر گنوسیستی لازم داشت که سیاسی بشه، که انقلابی ایجاد بکنه. میخوام بگم یعنی اینا نکاتی است که میتونیم بفهمیم از رهگذر بگنه. به نظر میرسه که اتفاقا اسلامی که بر فقه سنتی استوار بود به هیچ وجه قابلیت اینو نداشت که اصلا بخواد سیاسی بشه، انقلابی بشه، از این داستانا ازش در بیاد. کما اینکه امروز هم میبینیم هر چقدر میره جلوتر عمدتا استدلال اینه که آقا این به لحاظ سیاسی نامشروعه. حالا یه فقهی شرعی هم کنارش میارن ولی اون دیگه برای خائن نبودن عریضه است. اصل اینه که سیاسی شده. یعنی چی؟ یعنی اسلام برای آموزهای اسلامی برای اینکه سیاسی بشن از پیش اول باید درون ماندگار یا غیر استعلایی میشدن، باید وجه استعلاییشون ازشون ستانده میشد. برای اینکه این وجه ستانده بشه گنوسیزم بهترین در واقع دستاورد، بهترین هدیه‌ای بودش که بهشون داده شد. من در بخش آخر بحثم در حد 2-3 دقیقه یه اشاره بکنم، به یه نقدی به فوگلین وارد بکنم از منظر، حالا نه اینکه مثلا من کیم که حالا بخوام مثلا فوگلین، منظوری که مثلا یه چیزی که فکر میکنم به نظرم میرسه که در فوگلین میشه بهش یه خورده ای گرفت. ببینید همونطور که گفتم دغدغه فوگلین حفظ اون تنش است، منتها در تحلیل نهایی، یعنی اگه اینجوری باز از این تعابیر مارکسیستا بشه وام گرفت که میگن در تحلیل نهایی مثلا طبقه تعیین کنه، حالا اینا هست اونم هست اونم هست، ولی در تحلیل نهایی من میگم در تحلیل نهایی یا at the end of the day فوگلین خودش به اون تنشی که ازش دفاع کرد در سر تا سر زندگیش پایبند نموند یا نبود. یعنی دست کم اینه که اگر ما کلیت تفکر، این البته حرف گزافی ها، شاید هم واقعا حرف باشه که قطعا بهش نقد وارده، ولی من تصورم اینه که فهم من دست کم اینه که فوگلین به تنشی که مدعی بود پایبند نبود و اونم به خاطر یه نکته‌ای بودش که در خود آموزه‌هاش وجود داشت، همون بحث تعلقش به وحی مسیح. یعنی دینیش میکنه کاملا دیگه. دینی میکنه. اینجاست که من میخوام بگم فرق اشراس با فوگلینه. ببینید اشراس، البته بگم این خیلی پیچیده است، اشاره میکنم. ببینید اشراس حرفش چیه؟ حرفش شبیه اینه. میگه آقا هر گونه جزمندیشی ناشی از این که شما پرسشگری رو کنار بذاری و بگی این مطلق حکمته، این از نظر من حالا چه مدرن باشه چه غیر مدرن، بنابراین توی اشراس یه تنشی هست بین عقل و وحی، فلسفه و دین، دین وحیانی و فلسفه افلاطون. در فوگلین هم هست، منتها فوگلین در نقطه نهایی فلسفه رو به وحی فرو میکاهه به نظر من. یعنی در نقطه نهایی از نظر فوگلین این حکمتی که ازش داره صحبت میکنه، میگه یک چیزی وجود داره در اون وضع استعلایی و یک دانشی اونجا هست و ما داریم به سمتش هی خیز برمیداره وضع انسانی، اونو در نهایت به خود وضع انسانی ترجیح میده، به وضع انسانی سقراط توی ضیافتی که دیوتیما داره تعبیر میکنه. یعنی اما اشراس اینجوری نیست. اشراس میگه خود این وضع انسانی فضیلته و به نظر من اگه بخوام با تعابیر اشراس بگم توی دعوای بین آتن و اورشلیم در نهایت فوگلین طرف اورشلیم رو میگیره، ولی اشراس با یه ظرافتی که خیلی هم معلوم نیست به نظر تفسیر طرف آتن رو میگیره. البته خیلی هم معتقدن اشراس هم طرف اورشلیم رو میگیره، ولی من بعد از این 10 سالی که اشراس خوندم میتونم دست کم این ادعا رو بکنم که اشراس طرف آتن رو میگیره. اما
این طرف آتن گرفتن، چون خود اشراس، این خیلی نکته مهمیه، چون خود اشراس در نوشتارش هم تنشو میخواد حفظ بکنه، خاطر همین شما نمیتونی بفهمی که اشراس بالاخره طرف کیو گرفت. اما فوگلین اینگونه نیست. اولا فوگلین خیلی مینویسه، برخلاف اشراس که یک هزارم اون چیزی رو که بلده مینویسه، فوگلین نصف اون چیزی که بلده رو نوشته، ولی اشراس یک هزارم اون چیزی که بلده رو نوشته. خودم کتابای کمی داره، ولی این به این معنی نیست. این یه استراتژیه تو نوشتن. من دستکم تصورم این هست و فکر میکنم در نقطه نهایی فوگلین دستکم بصیرت‌های درخشانی درش هست که مخصوصا همونطور که آقای دکتر بستانی بهش به درستی اشاره کرد، برای ماهایی که اصلا قوطه خوردیم توی، یعنی اصلا از پیش توی همین عرفان و این عرفان بازی‌ها، آره دیگه، اصلا اینا اومدیم بالا، یعنی اصلا ما گنوسیستیم خود به خود، نیازی نیست اصلا گنوسیست بشیم، خود ما گنوسیستیم. یه نکته خیلی به نظر من عالی که آقای دکتر گفتن و اینا من به عنوان جمله آخر بگم در مورد وضعم، گفتن که گنوسیزم از یه طرف به رادیکالیزم سیاسی و از یه طرف به یه جور نیهیلیزم و بیعملی منجر میشه. من میخوام بگم وضع امروز، حتی اگه بتونم این ادعا رو، وضع امروز ما رو هم حتی با این تعبیر فوگلینی میشه توضیح داد. به نظر من جامعه امروز ما گنوسیستیه، اما گنوسیزم نیهیلیست، جنس نیهیلیستیش، برخلاف سال 57 که گنوسیست بود اما گنوسیست انقلابی و فعال. امروز هم ما گنوسیستیم جامعهمون، اما گنوسیستی که نیهیلیسته، رها کرده، میگه آقا این فایده که نداره، بذار حالا بریم ما مثلا حال خودمون رو بکنیم به دنبال مثلا چیزای شخصی خودمون. اون طرف هم گنوسیست بود، آقا الان جامعه میزنیم اینو میندازیم بیرون، جامعه بی طبقه توحیدی درست میکنیم، باشه میذاریم اونجا لذت ببریم. مشروطه چی منظور شما؟ مشروطه رو میشه رفت کرد؟ مشروطه رو به نظر من سخت میشه. نه، مشروطه گنوسیستی هست، ولی مثلا آخوندزاده اگه بخوای بگی، آره من میگم آره. آخوندزاده هم گرایشه گره، ولی مثلا اگه بخوام راجع به مثلا مستشارات دوله صحبت بکنم، میگم نه مستشارات دوله یا ملکم، حتی ملکم گنوسیست نیست به نظرم، یعنی درجهش کمتره. ببخشید. نه هر سلیم نماز سخنرانان عزیز، دوستان اگر سوالی دارن فقط دو تا نکته رو رعایت کن. اولا خیلی کوتاه باشه لطفا سوالات، بعد اینکه لطف کنن بگن از چه بزرگواری سوال دارن. خواهش میکنم. سوالی نیست، سوالی هست بهتر زار. ختم جلسه سوال دارم سیگار، ولی بفرم قربان. از آقای دکتر بستانی سوال دارید؟ از من سوال دارید؟ خب بفرمایید. لطفا بلند شید بپرسید. آره بپرسید. بله من بله منظور البته من نمیخوام راجع به مشروطه، ولی ایشون فرمودن که انقلاب مشروطه، من گفتم اگر بعضیا که اصلا اونو حتی انقلابم نمیدونن، بله انقلاب بله. نیست، ولی حالا اگه فرض کنیم انقلابه، من منظورم در واقع حاملان فکر مشروطه بود که مثلا دیگه هستن دیگه، یعنی اولیش از آخوندزاده شما بگیرید تا میرزا ملکم خان و تا مستشار الدوله و طالبوف و اینا رو بگیرید، توی آثار اینها وقتی نگاه ببینید، اصلا اگر فوگلینی نگاه بکنید که هر کس که از تجدد دفاع کنه و مدرن باشه گنوسیسته، اینکه الان خب آخوندزاده دفاع میکنه پس به تا...
طریق اولا گرانسیست محسوب میشه. اما درجاتی داره. من معتقدم که در آخوندزاده، در میرزا آخان کرمانی اینا خیلی شدیده، اما مثلا در امثال میرزا ملکم خان و مستشار دوله تبریزی و اینها به نظر من دوزش پایین‌تره. ولی در نقطه نهایی از نظر فوگلی اگه نگاه بکنی همشون گنوسیستن، چون به یه تعبیری همون که گفتم آزادی رو به اون معنای آزادی از اون ساختارها و از اون سازوکارهای اجتماعی اقتصادی سیاسی میدونن، و این برای اینکه کار بکنه، برای اینکه آپریت بکنه، نیازمند اینه که نظر فوگلی دارم میگم یه گنوسیستی باشه. خود من به نظر من تا یه حد زیادی درست میگه. یه چیزی فقط جلو اضافه بکنم در زمین صحبت دوستان، یه چیزی من اضافه بکنم، این که خیلی از تاریخ، حالا چون بحث حالا ایران شد و مسئله خود ما، این که ما خیلی از جنبش‌های سیاسی اجتماعی و حتی قبل مشروطه، مثلا سربداران یا مثلا نزدک تو ایران باستان، یا خیلی میتونیم زیاد بگیم، اتفاقا خیلی اسماعیلی دقیقاً است که خیلی ریشه های وحشتناک اصلا گنوستیک و هرمتیک اصلا در اصلا میشه سر صحبت کرد. همین میگم آخوندزاده توی اون کتاب چیز اسماعیلی هم اصلا از خود اون تمثیلات و ایناش. بله بله بله, بله. چیز مکتوب بله این ما داریم راجع به فوگلی صحبت کردیم. فوگلی شما سطحی میدونی که دیگه مثلا بلومنبرگ مثلا نقد شما رو تا یه حدی میپذیره وارد میکنه، ولی حالا نه آخه یه بحث از خود فوگلی هم حالا چون دکتر اشاره کردن تو همون نظم و تاریخش یه مقدار حالا نظرش پخته تر میشه و اون سویه های ایجابی تاریخی گنوسید هم صحبت میکنه که نه گنوسید اینقدر منفی نیست که حالا ما داریم میگیم توی حالا تو علم سیاست داریم، چون علم سیاست حالا توی فضای جنگ سردی تری و بعد از جنگ و اینها یه مقدار تندتر از ادبیاتش، ولی مثلا توی اون بحث نظم و تاریخش میگه نه اتفاقا یه جاهای گنوسید یا جنبش های گنوسید تونستن یک سری ایجاباتی داشته باشن، یک سری مثلا نهادها رو بسازن، یک سری از حرکت‌ها رو انجام بدن، یعنی یه ذره اون نگاهش متفاوت میشه. یه چیزی که حالا من دارم صحبت می‌کنم واسه خواهم خواند دوستانم، حالا من داره سیاسی اون فوگلی نه یعنی رابطه خیلی خوب نبود با محافظه‌کارا داشت، نه با لیبرالا داشت، نه با چپا داشت، یعنی اصولاً آدم سیاسی نبود به اون معنی. حالا بعدها توی آمریکا جنبش‌های نو کانسرواتیو مثلا ازش استفاده می‌کنن و اینا، حالا یه بحث دیگه‌ای همون سوءاستفاده اشراس هم شد دیگه تو مثلا جنگ عراق خیلی هم بحث شد سرش. این از این. یکی این که چیز دیگه که به ذهنم میرسه مثلا حالا اونجا بحث این که اصلا چرا انسان به سراغ گنوسیز میره، فوکلین توی مقاله‌ای داره در مورد کامو، چون کامو رو خیلی دوست داره، یعنی یکی از مثلا نویسنده‌های محبوبش کامو، حالا خود کاموی که اگزیستانسیالیسم و اینها، ولی کامو رو یه نمونه خیلی جالب میدونه. میگه اصلا یه ذره فطرت بشری هم هست که اون حس ترس و لرزی که داره به دنبال یه جور فراروی از این دنیا میگرده، یکی از اون دلایلی که اون وسوسه میشه برام با قول دکتر فرمودن برمیگرده به همون مسئله، و میگه اتفاقا تو مثلا رمان‌های کامو میتونیم بفهمیم و توی کامو کاملا قضیه مشخصه. این حالا چیزیه که حالا توی ذهن من هست که حالا بگم، و اینکه همین حالا دوستان اگه باز آخر من بپرسم و دیگه ختم جلسه رو اعلام کنیم. آقای دکتر مقیم به نظر شما سوال داره از اونجا باشه، این آزادی فکری که شما میفرمایید یعنی پیشفرضش آزادی از ساخت خود ساختارها نیست؟ خب چطور میتونه باشه؟ همونجور که سقراط بود دیگه. مگه سقراط آزادی از ساختارها پیدا کرده بود که آزاد بود؟ دو نوع نگاه کاملا متفاوت نسبت به آزادی است که الان دیگه اصلا من فکر میکنم حتی میگم مثلا فوگلین وقتی دعوت میکنه به اون نوع آزادی دعوت میکنه، اشراس وقتی دعوت، این پیشفرزه، یه پیشفرز بزرگ البته داره، یه پیشفرز پیشامدرن داره، و اونم اینه که همه انسان ها نمیتوانن آزاد بشن. اینو در نظر بگیریم، همه انسان ها نمیتونن، چون همه انسان ها بنا به طبیعت برابر نیستند، بنابراین. ولی خب مدرن ها میگن خب چون آزادی رو
چون همه انسان ها بنا به طبیعت برابرن در میان در آموزهای مدرن، بنابراین از توش آموزه انقلاب هم در میاد، آموزه آزادی اجتماعی سیاسی همگان هم در میاد. الان ما در یک جهان مدرن زندگی میکنیم و هیچ اراده ورزی از جنس فوگلین یا امثال هم نمیتونه اصلا قضیه رو تغییر بده. اینا به شما بگم که نگرانش نباشید. یعنی چی تقدر شما به حیات فلسفی؟ نقد به چی؟ من الان اول بگید مرجع نقد. من از منظر اشتراس که فوگلینو نقد کرد. بله خب. آخه این دوتا که شما میگید به هم ارتباطی نداره، یعنی نقد اشتراس به فوگلین ربطی به خیر عمومی نداره، من اینشو متوجه نمیشم. ای دکتر دارید سوال بفرمایید. سه تا شما دارید میگه آره دهی سی نوشته آره آره یه کتابیه که یه سری گزارهای حالا نژادی اونجا مطرح میکنه. بله 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 دهی سی نوشته. بله بله چیزی که حالا من خوندم و همینطورش حالا فوگلینشون اصلا نقد میکنن، طبیعتا ما درباره حالا یه فیلسوف داریم مسیحی سفیدپوست اروپایی صحبت میکنیم، طبیعتا این نقد میشه به خیلی از فیلسوفا وارد کرد که نگاه حالا یوروسنتریک دارن یا نژادی دارن، ولی اتفاقا همون کتاب هم اتفاقا یه جاهایی داره اشاره میکنه که میتونیم رگه های تو حالا این وضعیت حالا مسئله نژادی و اینا که الان خیلی تو فلسفه معاصر سرش هم لیبرال ها هم چپ و هم موافقه کارو بحث میکنن، اتفاقا یه رگه های اونجا مطرح میکنه، حالا اونو تو بدتر بس میده تو اون تاریخ اندیشه سیاسی، اونم چند جلدی خیلی مفصلی داره. این که اصلا یکی از دلایلی که این تبعیض‌های نژادی یا قومی به وجود میان دوباره به خاطر این فهم گنوستی که بین انسان‌ها به وجود میاد و این نگاه فرقه‌ای که باعث میشه که این تضارب و این درگیری‌ها به وجود بیاد. از این منظر مثلا در مورد فوگلین صحبت شده، ولی آره یه سری گزاره‌های نژادی داره، یعنی مثلا اروپا محورانه داره، یا مثلا در مورد اسلام صحبت میکنه، حالا هم تو هم رئیسان استیتش هم توی جاهای دیگه، معلومه خب یه نگاه مثلا انسان مسیحی داره دیگه، این کاملا توش مشخصه به عنوان انسان سفیدپوست اروپایی. ببینید بحث، حالا من در مورد اون کتابو نخوندم حقیقتش، ولی چون اسم امانوئل فای رو آوردید، ببینید امانوئل فای یه شیوه تحلیل خاصی داره از اندیشمندان قاره‌ای که از نظر اون مثلا هانا آرنت و اینا هم نجات پرست و فاشیست و اینا هستن، یعنی اساسا فلسفه اصلا نوشته در مورد آرنت اخیرا، یعنی با هایدگر شروع کرد ولی بعدا دیگه عملا همه این فلسفه‌های قاره‌ای رو به اصطلاح یه چیزی خلاصه از توشون در میاره دیگه، فاشیسم نمی‌دونم
نازیسم چیزی از توش میکشه بیرون. و اینم به خاطر در واقع اینه که ببینید شما بعضی از این متون رو، حالا این نکته که در مورد گنوستیسیس و نجات خیلی بحث خیلی مهمیه اتفاقا و یک بحثیست در حوزه مطالعات گنوستیک که اتفاقا این گنوستیسیزمه که در دنیای قدیم مهمترین منشأ. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه گنوستیسیز معتقد بوده اقوام مختلف خدایان مختلف دارن و خدایان خوب و بد داریم ما در گنوستیسیز، سلسله مراتب طولی عرضی خدایان داریم، هم یهوه مثلا یه خدای بدیه از نظر گنوستیکا و قومی که خدای بد داشته باشه نژاد بدی داره. خب این ایده گنوستیکه که خیلی معتقدن اصلا مبنای نژاد پرستی مدرن به اصطلاح گنوستیک. خب منتها کسی مثل فوگلین قطعا با معیارهای امثال امانوئل فای و اینا از اون موفق بیرون نمیاد. آره. و اینم توجه کنید، نژاد، میدونید نژاد پرستی امروزه در ادبیات غربی یه مفهوم بسیار بسیار حساسی شده و بسیار گسترده و گلوگشاد شده. ببینید یعنی شما اگر از تفاوت روح قومی دو تا قوم صحبت کنید به شما میگن نژاد پرست. خب اگر شما اینو قبول نداشته باشید که همه ابناء بشر به یک سان همه در همه چیز با هم برابرند و غیره، شما به شما میگن نژاد پرست. خب و اون فای این کار است، یعنی اون در واقع خیلی قشنگ اینا رو میکشه بیرون کنار هم میچینه جملاتو که نشون بده مثلا فرض کن دکتر یکی از این مصادیق سکند ریالیتی که واقعا دو سال فوگلی میگه همینه دیگه. مثلا شما دو تا آدم رو میبینی با دو تا استعداد فکری و ذهنی کاملا متفاوت، واقعیت اینه دیگه، ولی اون ایدئولوژی برای اگالیتاریان به قول معروف میخواد چی بگه؟ یه سکند ریالیتی درست کرده برای خودش تو ذهنش که آقا همه با هم برابر، خب نیست، خب چیکارش کنم که مثلا من نیستم. خب این فرار از واقعیت رو میخوام بگم تو همین که شما گفتید فوگل هم اگه بود زنده بود جواب میده. نکته دو باید باشید نکته هم نه من هم نفهم سوال دیگه نمونده. تشکر بکنم از همه دوستان، خیلی لطف کردید تشریف آوردید و همینطور از سخنان محترم. ممنونم، روز خوش. آره، راحت تجربه شد. خوبه. موارد. خب بفرمایید. 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 خب بفر